خانه نیما یوشیج، پدر شعر نوی فارسی، در طول نیم دهه گذشته دردسرهای زیادی داشته. خوشی‌های خانه قطعاً به 7 دهه گذشته برمی‌گردد. زمانی که نیما زمین خانه را در سال 27 خرید و آن را ساخت و بیشترین دوره زندگی خود را در آن و در کنار همسر و فرزندش سپری کرد. همسایگی او با جلال آل احمد و سیمین دانشور این خوشی را بیشتر کرد وقتی محله دزاشی به پاتوق شعر و فرهنگ تبدیل شد. هرچند خانه نیما در سال 80 در فهرست میراث ملی به ثبت رسید، اما بی‌توجهی ها به خانه از همان زمان آغاز شد. متروکه شدنش، خروج خانه از فهرست آثار ملی با رأی دیوان عدالت اداری و مالکی که یک بار به فکر تخریبش افتاد و بار دیگر قصد ایجاد سفره‌خانه در آن را کرد، تا در نهایت با پیگیری‌های متولیان و فعالان میراثی و دوستداران نیما و تقاضای هنرمندان بار دیگر خانه ثبت شد و شهرداری تهران آن را در سال 95 خرید و از اوایل سال 99 مرمت بنا را در دستور کار زیباسازی قرار داد. اکنون مرمت خانه به پایان رسیده و از افتتاح بنا به عنوان یک خانه موزه خبر می دهند. اما متولیانش هنوز فکر دقیقی برای کاربری دائم این خانه نکردند. البته فکر ایجاد گذرگاه فرهنگی شعر و ادبیات را در این نقطه در سر می پرورانند تا خانه نیمای شاعر و نقاش را به خانه جلال و سیمین نویسنده و شاعر پیوند دهند. فعلا در مرحله بهره برداری از نمای ساختمان و رونمایی از مرمت ساختمان هستیم و قطعا در ادامه با دعوت از گروه های مردمی، گروه های مرتبط به حوزه شعر، علل خصوص شعر نیمایی، انشاءالله برای برنامه ریزی فرهنگی اینجا هم با کمک نهادهای مردمی برنامه ریزی خواهد شد. اصل کاربری این بنا مثل خونه جلال و سیمین خانه موزه است. بهار خانه موزه یک تعریفی دارن که مشخصه. این تعریف ثابتیه که امروز هم ما با این عنوان داریم بنا رو رونمایی میکنیم. اما به هر حال برای اینکه بتونیم گروه های مردمی و بین کسانی که ایده دارن و خلاقیت دارن یه ارزیابی توسط گروه های فکری ما انجام بشه و تیم هایی که در سازمان داریم بررسی کنن ایده ها رو، یک زمانی لازم داریم که انشالله بتونیم طرح ها رو، که الحمدلله طرح هم تا الان زیاد بوده، ایده های خیلی خوبی اومده، انشالله بین اینا دوستان من ارزیابی‌هایی خواهند کرد و بعد برای بهره برداری نرم افزاری از این ساختمان انشاءالله برنامه‌ریزی میشه. یکی از وظایف ما طبق اساسنامه سازمان حفظ بافت‌های تاریخی با اصالت و با هویت تهرانه. اما خب به هر حال ما به اندازه بضاعت خودمون میتونیم تو این حوزه عمل کنیم و حتما بناهایی که تا الان سازمان تملک کرده، مرمت کرده و بهره برداری هایی داره ازش انجام میگیره وجود داره. موارد بسیاری هم وجود داره که پیشنهاداتی به سمت سازمان اومده، ولی خب ما اولویت بندی خواهیم کرد و انشالله در بودجه سال آیندهمون بخش قابل توجهی رو برای این موضوع خواهیم دید. بنا قرار هست که به صورت خانه موزه نیما یوشیج باشه که آثار نیما و رویدادهایی که در زندگیش اتفاق افتاده اینجا به نمایش گذاشته میشه. هر کدوم از اتاقای یک کاربری خاصی داره. دو تا سازه علاوه بر سازه اصلی داخل فضای حیات ساختمون خونه نیما الان ساخته شده. بر چه اساس این سازه ها ساخته شدن؟ اینا نمیدونم علاقه از قدیم بودن، تخریب شدن توی دورانی که خونه متروکه بوده یا نه. خدمت ما عرض کنم که همونطور که گفتم بنایی که در شمال غربی خونه الان ساخته شده، این دقیقاً بر اساس اسنادی هست که ما از سال 1335، عکس‌های هوایی که در سال 1335 موجوده بر اون اساس طراحی شده، یعنی دقیقاً این به این خطوط بنا برگرفته از همون خطوطه که ظاهراً به نظر میرسه که اینجا یک انباری بوده که بعدها به دلیل اینکه در واقع نیاز بوده که خودروشون رو داخل حیات بیارن، این بنا رو تخریب کردن و
بنای دیگری در جنوب خونه ساختن. یعنی بنایی که الان در جنوب در واقع ما میبینیم قبلا در ابتدا وجود نداشته، ولی احتمالا مثلا اواخر دهه 40 این بنای جدید رو ساختن که یک انبار خیلی کوچیکی بود که از لحاظ اجرایی هم خیلی کیفیت اجرایی چیزی نداشت، یعنی خیلی شاید سریع ساخته شده بود. ما دقیقا بر همون خط، یعنی همون خطوط رو مجددا، همون بنا رو هم در واقع مجدد بازسازی کردیم و همون کاربری رو که در واقع یک بخشش انبار بود اون رو به کافه دادیم، بخش پشتی هم سرویس بهداشتی بود که الان سرویس بهداشتی بنا هست. بخش زیادی از خونه های قدیمی که در اختیار دستگاه های دولتی مختلف هستند در معرض تخریب قرار دارند، به خصوص توی تهران. با توجه به آرایی که در واقع از طرف دیوان عدالت اداری مطرح میشه، خونه ها از ثبت خارج میشن و بعضا تخریب میشن. توی شورای شهر آیا برنامه ریزی دارین برای اینکه بتونیم جلوی این اتفاق رو بگیریم؟ خوشبختانه به خصوص آقای مسجد جامعی خیلی اهتمام میورزیدن، برای همین مسئله اون خونه هایی رو که ما روش دست گذاشتیم، خب این خونه ها ثبت میراث فرهنگی نبود و به همین دلیل میتونستیم مرمت کنیم، برنامه ها رو اجرا کنیم. اون خونه هایی که بحث دیوان و این مسائل پیش میاد، اینا منازلی است که ثبت میراث فرهنگی است و وقتی میراث فرهنگی میشه متاسفانه حالا برای مرمتش یا بودجه نیست یا میگن بودجه نداریم، همینجور میمونه و بعد خطر آفرین میشه، یا صاحبانش چون ازشون هم نمیخرن و صاحبانش میخوان از اونا استفاده بکنن، مجبور میشن برن حکم دیوان بگیرن. این مسئله رو باید حل بکنن.
با پیگیری که برای این خونه انجام دادیم و به حال به این نقطه‌ای که امروز رسیده، سعی بود برای این هستش که در واقع اون اسناد و اون دانسته‌هایی که در طول این سال‌ها جمع‌آوری شده و به حال در موردش کار شده رو در اینجا قرار بدیم که در اختیار عموم قرار بگیره و هم شاعران بتونن استفاده کنن و هم در حوزه دانشگاه و به حال مجموعه فرهنگی و همه مردم در واقع بتونن از این به حال امکانات و اطلاعاتی که موجود هست استفاده کنن. چون خانه در مالکیت شخصی بود و اونها قصد تغییر کاربری اینجا رو داشتن، جلوتر مخروبه شده بود، پر از زباله بود، از اون بر مأمن معتادین شده بود و در و پنجره ها و در واقع میشه گفتش که عملا ما ساختمانی نداشتیم، بسیار تخریب شده بود، ولی با پیگیری که انجام شد، با نامنگاری که انجام شد و حتی با حضور شاعران و در واقع خبرنگاران در جلوی خانه نیما و پیگیری که از طریق سازمان میراث فرهنگی و مجموعه دیگه انجام دادیم، در نهایت قضیه با زحمات جناب آقای دکتر حناچی شهردار وقت تهران این مکان خریده شد و در اختیار سازمان زیباسازی قرار دادن. دیدگاه طراحی شهری و کاری که سازمان زیباسازی داره میکنه، ما اصولاً نباید تک بنا و مستقل جزیره‌ای کار بکنیم. کار سازمان زیباسازی کار طراحی شهریه، باید تو فضای شهری کار بکنه. خب اینه که حالا که اومدیم تک بناها رو کار کردیم، باید متوجه باشیم که اینا رها نشن، بیکاربری نمونن. یکی از نگاه‌هایی که تو طراحی شهری نوین توش کار شده، تلفیق و ارتباط بین کاربری هاست. ما تو محله دزاشیب دو تا مکان، حالا مکان تاریخی نگیم، مکان رویداد حداقل میتونیم بگیم، خانه نیما، خانه سیمین، این دو تا خونه به لحاظ مراودات و ارتباطات هم فرهنگی، گداهای ادبی و هم اصلا ارتباطات دوستانه زیادی داشتن. خب حیف الان این اینجا محجور بمونه، اون اونجا محجور بمونه. متاسفانه خانه سیمین و جلال خانه موزه ایستا تعریف شده، یعنی صرفا خانه موزه است و ما هم میدونیم تو فرهنگ ما خانه موزه ها با کمترین استقبال روبرو هستن و تجربیات نشون داده که اینها استقبال خوبی ازش نمیشه، یه مدت بعد به رخوت و اینها رو میارن. نگاه ما اینجا این بود که این خانه موزه رو پویا بکنیم. این یه ورق قصه، یعنی این فاصله 200 متری رو میتونیم با یه اتفاقات خیلی بهتری تو طراحی شهری و هم اتصال بدیم که اگر طرف اومد اونجا موزه دید، یه حسی اینجا باشه، یه کاری اینجا باشه که احساس کنه اینجا رو هم باید ببینیم.